بینندگان و گوشگران عزیز، سلام عرض کنم خدمتتان. در خدمت حاج احمدی رهبر پژواک هستیم در رابطه با مسائلی که در ماه گذشته و پنج روز گذشته در قندیل و کردستان باشور اتفاق افتاده مصاحبه برای دیدیم که توجهتان به جلب کنیم. کاکاجی خوش آتید توی این مصاحبه. اولین سوالم در جناب دیسه که با توجه به یک شرایط جدیدی اضافه بیه و جنگ در منطقه کردستان باشور و دولت ترکیه ایشه الان پنج روزه شروع کرده است بمباران هوایی منطقه قندیل، وضعیت پژواک در این شرایط چجوریه؟ وضعیت پژواک است به حد اعلا باشه، چونکی شتێکی تەبیعیە لە هەر شەڕێکدا جەبهەیەک کە سەر دەکەوێ ئەو حاڵی باشە لەباری ڕەوانشناسیەوە، لەباری پسیشۆلۆگیەوە، لەباری ئیرادەوە، لەباری قودرەتەوە. ئەوە دیارە پژواک ئەوڕۆ وەزعی زۆر باشە، مۆرال ینی ئیرادەی گریلا ئەو پڕی باشیدایە. ئێما بەڕاستی ئەگەر ئێستا لە جەبهەکاندا ئیجازەمان دابایە، هەواڵی ئێمە هەمووی لە حاڵی هێرشکردندا، بەڵام ئێمە ئیجازەمان نەداوە، چون دەزانین مەسەلەکەی ئێمە بە شەر حەل نابێت. ناشمانەوێت بکوژین. دەمانەوێت مەسەلەی کورد بە ڕێگایەکی ئاشتیدا چارەسەر بێت. بەڵام وەزعی پژواک کە سوالەکەی ئێوەیە فوق العاده باشه. سوال ترک اتفاق کافی با توجه به الان پنج روز نیروی هوایی ترکیه بمباران که آیا این بمباران و نیروی لیوه یا مقره لیوه ضربه وارد کرده یا خساراتی وارد کرده؟ زنی چه اولا اوانه که دارن مقر و بارگاه پجاش و اوه دیاره لوزاکه حالینی نه وزاکه نه ناسه گریلا مقر و مالی نیه گریلا کولا پشتی چه هیه چه به دست باید؟ چی بمباران دکن؟ همین مبیرم ده سال 1966 فلان روزنامه ایش آلمانی نوسی بوی او حکومت عراق چی بمباران دکن او شاخانه کردستانی؟ شاخه ایک بمباران دکن ویرانی دکن لخواره و شاخه ایش دیگه درست دکن. ئێستا لە قەندیلی وایە ئەوان تۆپ باران دەکەن، بۆم باران دەکەن، چی دەکەن؟ لەو لای بەران دەکەن و لا شاخەشی کە دروست دەبێت. ئەوە چارەسەری نییە. بۆیە گریلای ئێمە ژن و منداڵی نییە بەستۆیەوە بوو بێ کە مەسئولی ژیانیان بێ، نەخۆشیان نییە. گریلا هەموو جەوانە، هەموو گەنجە، ئەسلحەی خۆی پێ و کۆڵە پشتی خۆی پێ و دەو شاخانەدا مبارز دەبێت. مقری چی جمهوری اسلامی در روز اول 16 مانگی اعلانی کرد که ما سه مقر اصلی من ویران کرد، سه مقر اصلی پژاش من ویران کرد، اون دمان کشتو، اون دمان نظام چی نظام او مقرانه اند چو هنا چون ان ویران کرد. بلام دا این حال جا با اوش بلام استا شرکه خاتمه نه هاتو شرکه امان بو کسب کردنی زمان راوەساون و هێز دێن هێز کۆ دەکەنەوە بۆەوەی کە حملەیەکی گەورە بکەن. دیارە ئێمەش دەور شەر راوەستانەیواندا ئێمەش ئامادەکاری خۆمان کردووە، ئێمەش ئامادەکاری دەکەین. دەزانین چه بەرنامەیەکیان هەیە. دا عین حال دا دەبێت ئەوەی بڵم کە نە مەخەڕی ئێمان بۆمباران کردووە، نە مەخەڕی ئێمان وێران کردووە، و بەخۆشیەوە حتا ئێستا ئێمە خەسارەتی حتا ئەوڕۆ خەسارەتی جانیمان نەبوو. کاکاجی، رژیم جمهوری ئیسلامی و فەرمانده سپا دە سای تەیل مختلف ئێلام کرده که ئیمە پژواک زەمینگیر کردیمە و دە ئایندە بسیار نزدیکیش کار پژواک تمام کەمن. نظر جناب به عنوان کسی که رهبری پژواک گیری در این رابطه چسته؟ اولا پژواک
اكو هم حزبكاني دي كي كلش اكو هم حزبكاني دي كي كلش فجاك خواستي كي هي خواستي نثوايتي قلي كردا باوان بين بومبي كي اتوم لا فجاك بدن دغل بومبي شيميائي هيچ كز ولا قنديل نه منتوا فجاك دنيو شاركاني اي كردستان روشلاتي كردستان ده فجاك لنيو دي كان فجاك لهمو قرك يشاركان ده هيا چلوان ده كان فجاك بوان بولا ده شي فجاك بوان بو تواو ده به او قال لك نتوي كي ده 12 مليونيه او ده 12 مليونه دواي ما في خوي ده كان اگر ديان هوي شر تواو به شر نمينه ده به بين باسي مسألة ما في يوم نتويب كان آوا شر شري بجاكي تواو دبي دنا خو مسألة كل شري كل لروشلاتي كردستان شيء شيء تازني هلا بجاكي هو دستي بينا كردو ترى لو تا جمهوري إسلامي هي لروجي أول جمهوري إسلامي حتى إستا كرد حالي شر ده تقول جمهوري إسلامي ده بجاكي مش شش حبس على دروز بو بفرض يوي استعوان هم دا خواز يوي كان بفرض يوي كفجاك يشتو لي جاي كيدان يشوف يما شر امزاء كان كشر جمهوري اسلامي ناكن حزب شي لي كدرس دبا هم اللي تقبل ناكا هتا ما في خوي نقا هر حزب كبير بشي داني شل جاي كي حزب شي لي كدرس دبا فجاك شهر بو شو دروز بو اگر حزبك عني ديكا لميدان مبارزه دا ما بان امکان زور کم بود که پجاک دروز نبه کاغا جی مراد گلیلان در مصاحبه که ورد بی بی سی انجام داده در اون مصاحبه بوده که ایمه یعنی پیکاکا تانه در پجاک بخوازه که سلایله منی زمین و در واقع پیکاکا و منطقه مرزی در دست بگیری این قصه مراد گریلان باعث بیه که بعضی در احزاب سیاسی روشحالات بیشن که پژاک وابسته و پیپکاک هاست چون مراد گریلان بوده ایمه تانیم بیشیم و پژاک اصل حلب زمین و ایمه و منطقه حفاظت بکنیم نظر در رابطه وردی انتقاد احزاب روشحالات و گفته مراد گریلان چسته؟ معذرت دخوازم اولا مراد گریلان قد اوشتی بوشه بو فرموله نکلو قد نکلو اما پژاک اصل حلب داره نا او پیک پیش نیاری کرد کتی اما حاضرین پسین دما بینی پجاکو جمهوری اسلامی وا که شرکه را بواسته ای دیارا امش باوی رازی نبو چیم چی خو اما شرمان را نگیان دو جمهوری اسلامی ها تو حمله بو اما کردو ایسا یکی بی وک مراد خلیلان یا هوا گریلای ای پی کا کای بی پیش جمهوری اسلامی بگیره که شرعی من کا موافق بین خو مشه ما رانه گاندو شرعی جمهوری اسلامی شمن رانه گاندو مشه ما نکردو اما هر شان کردو ده سر ایما ایماش دفاع له خو مان دکی و تازه با اوش بلین مثلا که مراد قلیلان او مسئله قندیل او مسئله زاگروس او مسئله خان خاک کفران او بشی شیش مربوطه بوانش اگه جمهوری اسلامی بی قندیل بگری ای ما ترسید سروان جنوز ده بیاد اما نه که او جوره سوال انا دن پیشه که پجا او تام برات قریلان او کتو دل امن اصلح کان پی او هم قصه یا قصه کان مراد قریلانی معاون او زله هم جگاش سب تشکرا قد مراد قریلان دخالتی دکاری امدا نکردو بلا هیچ کی دانیه هیچ کی تدانیه اما اگه پیجنیار کن پیجنیار کنن اما فکری نیه دکن او اگه پیجنیار کنن باج به حتی اصلا پیجنیاری باج نکرد و دم قابل دبرابر راوستانی شد او و با قصش ما کرد لباس بد و پیجنیاری باج کن اما نصف سرمانی دادنی اما نه هر کسی که دیگه پیجنیاری باج که با شعر سری مثلا کرد اما حاضری قبول کن کاجی جناب د کوبونه که الان در دنهاق برگزار بیه جناب دوتید که عملیات رژیم جمهوری اسلامی و دولت ترک علیه قندیل نشان ده پیروزی مردم کرد در میدان مبارزه است و خاطریه که مردم کرد در چهارپارچه کردستان
یاد گردنه که دست برادر کشی الگرن و همه نیرویان در خدمت نتویان قرار بند. تانی در این رابطه بیشتر توضیح بید؟ راسته همون کتم او هرشه که جمهوری اسلامی و ترکیه پیک و هنامه نزد سر کرد او هرشه لسر گلی کرده نه لسر پجاکی، نه لسر پیکاکی، نه لسر نه او لسر گلی کرده بخاطر او دست کوتانه که گلی کرد دو چند ساله دا بدستی هنوا او دست کوتانه چند؟ او دست کوتانه ببیرو باوری من دیاره ممکنه هنده کد نظره نوانه به با عقیده من گورترین دست کوتی کرد او رو اویا که کرد ایدی شر برا کجی نگه او دست کوتی که زور گوره زور جار جو من لیوه لبرس مسعود بارزانی که دلی تازه لکردستانی شر برا کجی نبه بمینه اوشته که زور پیروزه حلوستی که زور کردانه نه و اما زور اسپاس دکن حزبکان دیگه شر بوتر اگر دشمنانی کرد چه جمهوری اسلامی چه ترکیه توانی بایان شر کرد با کرد ساس بکن او هرشان ندکن شرکان با کرد دکن او دیگه نه که جمهوری اسلامی و جمهوری حکومت ترکیه لباری سیاسی و لسر مسئله کرد شکستیان خواهد شکست آن وقت کنه آن توانی شری کرد با کرد درست بکن. اوه یه چیج لایل تکان اوه یا که اوه دست کوتی چی جوری گلی کرده دست کوتی دومش اوه یا باشوری کردستانه باشوری کردستان دست کوتی کی جوریه من هر دو کوبن وش دباستم کرد. او دست کوتی باشوری کردستان زور گران توابو با گلی کرد. با جنوسایدی ات ترک توابو بس 4500 گوند ویران کراوا لباکوری کردستان نزدیک 3000 گوند لباشوری کردستان ویران کراوا با انفال حلبجا با فتوای جهالی خمینی با قرنه و خلاطان همه اوانا بوتا با ازکا او دست کوتا لباشوری کردستان و دست کوتا او دست کوتی باشوری کردستان که حکومت کی فدراله چقلی چاوی ترکیه و ایرانیا دیان هوه محاصره بکن دیان هوه اگه خندیلان گرپا دیاره با آواتی خوانده گشتن جا اوه یا ایچه دست کوتی دومی گلی کرد او دست کوتی کل باشوری کردستان دست کوتی سوم و چهارم و پنجم اوه یا لباکوری کردستان دست کوتی دو گورمان هو باکوری کردستان سر رای اویل انتخابات سروک بلدیه کان دا اما صد سروک بلدیه من هیا دا انتخابات حل بجاردنی پارلمان دا 36 پارلمنتاری کرد دا مجلسی ترکیه لباکوری کردستان خوستری دیموکراتی گلی کرد بو خوی اعلانی کردو به حزب توانای خوی او همون دسکوتی گوره گوره لباکوری کردستان لباشور روجاوا 11 حزب یا 12 حزب بوجار یکم همو یک شان گردو دا خواست گلی کرد یعنی پیک و فرمولا کردو دوای دکن او همو یک لیک لدوای یک دسکوتینی گوره گلی کردن که قابل حزم نیا ترکیه و ایران نتوان سرکوتنان حزم بکن او یا که بوتا باعثی او هرشانه که استاکانه دینا سر ایما و هر بوی شامن دوای دکم لهر انسانه کی کرد لهر انسان کی کرد که دبری نتوی کرد آیا دبی او هر شی بسر خوشی دا بزانه که او هر شی که لسر ویش چون که لسر گلکی تی اویش تاکی که لو گلی تاکی که لگلی کرد زور سپاس که کنش بیش سپاس تانده کم زور ممنونم